سوال 69. اگر رابطه فلان یک تابع باشد، x به توان y برابر کدام است؟ سوال خیلی خوشگله، اومده توابع نمایی رو درگیر کرده با مفهوم تابع. هم باید نمایی بلد باشی، هم باید تابع بلد باشی. بچه ها، مگه اینجا ما 6 ندادیم؟ اینجا 6 دادیم دیگه، نه؟ یه ورودی دادیم، پس خروجی هاشون هم باید با هم برابر باشه. یعنی چی؟ یعنی 4 به توان x به اضافه y باید مساوی بشه با 64. یه سوال دارم بچه ها، 4 به توان این y ها x نیست، 4 به توان چند میشه 64؟ بلدین دیگه، بلدین دیگه. 4 به توان، بگو ببین، 4 به توان 2 که میشه 16، 4 به توان 3، باریکلا 4 به توان 3، پس توان باید بشه 3. پس نتیجه من میتونم بگم x به اضافه y، درسته بچه ها؟ x به اضافه y باید بشود 3. این یه رابطه. رابطه دوم، بچه ها مگه من اینجا 5 ندادم؟ اینجا 5 دادم. پس اگه 5 دادیم، اگه ورودی ها یکیه، خروجی ها باید یکی باشه. پس نتیجه x 2 منهای y 2 باید بشه چی؟ 15. احسنت به شما. ولی سوال خیلی هوشمندانه است، اینو داریم، اینم داریم، جون میده برای چی؟ وقتی شما x منهای y 2 داری، برای x به اضافه y هم داری، فازه چیه؟ آها، مزدوج. آقای مزدوجه دیگه، نه؟ مزدوج این چی میشه بچه؟ میشه x منهای y به توان، نه به توان که نداره، ببخشید، در x به اضافه y مساوی با 15. آخ جون، x به اضافه y چنده؟ 3، نه؟ این 3. x منهای y چند میشه؟ پس اینم میشه 5. y دو معادله دو مشهول x به اضافه y میشه 3. پس x منهای y میشه 5. حالا سری میخوام بچه شما بگیم، ببین اینجا دو طرف رو با هم جمع بکنم، 2x میشه 8. ببین نگاه دو طرف رو جمع بکنی، y با منفی y میره دیگه، نه؟ 2x میشه 8، پس x میشود 4. طبیعتا اگه x بشه 4، اینجا اگه 4 بذاریم، 4 با منفی 1، درسته؟ 4 با منفی 1 میشه 3، پس y میشه منفی 1. حالا داره میگه x به توان y، یعنی 4 به توان منفی 1. شما اگه 4 منفی توان، اگه منفی داشت، عبارت چی میشه بچه ها؟ برعکس میشه. 4 به توان منفی 1 یعنی برعکسش کن، میشه چی؟ 1/4. اینو بهم بگو ببینم، 5 به توان منفی 1، آها 1/5، 2 به توان منفی 1/2، یا 2/3 به توان منفی 1، آها برعکسش 3/2. این میشه نکتهش. حله؟ مرسی.